بابا بیا یه لحظه این در صاحب مرده رو بازش کن. نمیشنوی مگه؟ میگم بیا در باز کن سر صبح یه لحظه برم بیرون. چه تباز؟ بابا در باز کن یه لحظه سر صبح. نکنم چی؟ بازش کن، خواهش میکنم باز کن. یه لحظه ما باید برم بیرون، باز کن. نمیکنم. جون عزیزت در یه لحظه باز کن بعد دوباره منو بندازیم تو. نمیکنم. یا ببین خواهرم چی میگه. ببین من دارم برات. خفه کار کن ببین خواهرم چی میگه. الو بله سلام. جالبه. هنوزم که نترس بو کله یه من. فکرشم نمی کردم بازم این برو پیدات بشه. چی شد که برگشتی ایران؟ من برگشتم که جبران کنم. دیدم ازم چجوری پذیرایی کردین. همین که الان میتونی حرف بزنی برو خدا رو شکر کن. البته این فقط برای اینه که بتونی دهنتو باز کنی. ببینم چی شده که باز برگشتی اینجا؟ گفتم که اومدم جبران کنم. چی رو جبران کنی؟ مالی که بردی؟ یا روحیه‌ای که داغون کردی؟ تو هیچ میدونی من بعد از رفتن چی کشیدم؟ بیشتر از مالی که از دست دادم اون یه تیکه از قلبم که بردی ناامیدم کرد. ببین امان، یک سال طول کشید تا بتونم خودم رو جمع جور کنم. میفهمم من بد کردم. الانم اومدم جبران کنم. بابا یه هدیه برات آورده بودم. یه مدتم دارم کار میکنم و ازم بد نیست. حالم بهتره. بابا مامانه چطورن؟ خواهرت چطوره؟ چرا میپرسی اینو؟ چرا نپرسم؟ البته حواسم هم بهت بوده. ردتو زدم. میدونم یه وقتایی بهشون سر میزنی. برای همین کارم خواستم ازت تشکر کنم. یه مقدار دلار دارم گفتم تقدیمت کنم. تو ماشینه باید برداری. پولتو بذار تو جیبت. من نیازی به پولای تو ندارم. فکرم اومده که یه جوری با محبت بدهی تو جبران کنی. ببین امات، برو بیرون از اون خونه. دیگه هم بر نگرد. واسه من تموم شده. خیلی وقت امات که همه چیز واسه من تموم شده. تن نظران عصبی. حالا دوباره خفیشو بیا رو بیگون. نشینی خواهرم چی گفت؟ پدو. سلام خاله جون. سلام خاله جون. شما خوبی؟ خوبم عزیزم. شنیدم اومدی تهران. یه سریم به ما نزدی. آخه ما دلمون براتون خیلی تنگ میشه. خیلی دوستتون دارم عزیزم. خب یه سری به خالت میزدی دیگه. منم خیلی دلم براتون تنگ شده. حتما بهتون سر میزنم. تعارف نکنی یا دوست داشتی بیا خونه ایم. منم تنها. بازم ماهور معلوم نیست داره چی کار میکنه. من سر از کاراش در نمیارم خاله. آره دیگه بالاخره اونم کار داره. منم خیلی گرفتار بودم ولی حتما میام سر میزنم. باشه عزیزم، مزاحمت نمیشم. شما مراهمی خاله جون. من خیلی دوستتون دارم. خدا میسپارمت. منم همینطور باهاتون در تماسم. مرسی زنگ زدی. خداحافظ. خدمت شما. بلیط کیشتونم اوکی شد. ممنون. وقتی میام اینجا انگار میرم به گذشته. از این برج مرجا اصلا خبری نیست. میرم به تهران قدیم، به زندگی قدیم خودم. چه عالمی داشتم داداش. نمیدونی چه زجری کشیدم تا رسیدم به اینجا. گرچه تو بخشیشو میدونی. آره میدونم داداش. میدونم چی کشیدی به اینجا رسیدی. بعدش هم گذشته و گذشته. یه چیزایی نباید میشد شد.
یه چیزایی هم باید میشد، نشد. چه میشه کرد؟ بهادر، اصل و ذات ما با اونا فرق داره. عطابک اون همه بلا سر ما آورد، تو رو به این روز نشون. با این حال من بیخیالش شدم، گفتم با ناهید زندگیمو ادامه میدم، حفظش میکنم. ولی اونا ساکت ننشستن، زندگیمو برباد دادن. تا چشم باز کردم زن و بچه دارم. بابای ناهید و اون دوست معمارش ناهید از من گرفتن. حالا من چی دارم؟ تو رو دارم و ترمه. داداش چرا داری دوباره اینا رو تکرار میکنی؟ چیز خاصی شده؟ نکنه دوباره با کتایی اون؟ بحث و جدل هر روزی که عادیه، اگه یه روز این نباشه عجیبه. دیگه خسته شدم داداش، خسته شدم. ببین هر روز میکوبه تو سرم که هرچه داری از من داری. غرور و مردونگیمو زیر سوال میبره. دیگه نمیتونم تحملش کنم. میخوام تکلیفم باش روشن کنم. منتظرم نوام به دنیا بیا. وای داداش، باورم نمیشه که ترمه اینقدر بزرگ شده که داره مادر میشه. تو داری نوه‌دار میشی. خیلی خوشحالم. جواب سونوگرافیش اومده بهادر. پسره، پسر. ای جان دل من. مبارکمون باشه داداش. مبارکت باشه. انشالله دامادی خودت. ای بابا. مردی ها یکم مشکل روانی داره. خودش هم اینو میدونه، در پی دو و درمونشه. مشکل اصلی ادیب، اون ادیب شیاد. برزو داداش، به خاطر خصومت با سرنوشته این بچه بازی نکن. براش نشد جهانگیر بابای ناهید. کاری که جهانگیر با تو و ناهید کرد و با بچه نکن. خواهش میکنم. دهن این چیزاست که آدمو داغون میکنه. اگه اون عطابک گور به گور سر اون معامله پولامو بالا نمیکشی، اگه تو رو به این روز نمیشوند، اگه خونش آتیش نمیگرفت، اگه خود خرش فرار نمیکرد، اگه هزار تا اگه نبود، ناهید از من جدا نمیشد، این اتفاق نمیافتاد. وای داداش، وای داداش، زندگی بدون اشتباه، بدون شکست، بدون پشیمونی معنایی نداره. چرا اینقدر سخت میگیری زندگی رو؟ هرچی بیشتر سفت و سخت بگیری، زندگی هم بیشتر بهت سخت میگیره. اصلا همین اگه هاست که زندگی ما رو داره شکل میده. برای ما هم این شکلی شده. ولی اون سهم بده نصیب تو شد. میخوای بیای چیکار؟ بمون پیش مامان، حداقل یه مرد پیش مامان باشه دیگه. شوفر مگه شاگرد نمیخواد؟ منم شاگرد شوفرتم دیگه. خیلی خب، بیا سوار شو. بهادر کجا داری میری؟ الان میام. الله اکبر. اون بالا رفتی چیکار؟ آخه دوستم هوا میخورم. خیلی خب، حداقل اون میله هر صف فکر نگفتی. یه سه چهار تا هم کوچه رفتیم پایین تر، بیا پیش خودم بشینم. باش. ترمز ندارم. ترمز ندارم. بهادر من ترمز ندارم، صف بشین. بهادر یه جور محکم بگی، من ترمز ندارم. بهادر من ترمز ندارم، صف بشین.
بله. سلام، چطوری؟ کجایی؟ من نشانتاشی هم، میتونی یه سر بیای اینجا؟ آره، نزدیکم بهتون. میتونی بیای اینجا ببینمت؟ میخوام با هم دیگه یه کاری انجام بدیم. آدرسو بفرست. سلام، اومدم. باشه، ببینم. خدافظ. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Selam. Selam, hoş geldin. Ben در خدمتم. چه خبر؟ سلامتی. حالا باید چیکار کنیم؟ بعدم بهت میگم. بالاخره سرشو کردی زیرا؟ خیلی سخت بود. ولی بالاخره انجامش دادم. حالا میخوام با هم یه پرونده جدید شروع کنیم. بد نیست، یکم رنگش. نه، به نظرم خیلی بهت اومد. وقتی شما میگی میاد که دیگه میاد دیگه. آقا من یه سایز شخصی منو سفارش بدم تا فردا بعد از ظهر آماده میشه. آدرس بفرمایید، امشب خدمتتون ارسال میشه. خوب. به به، سلام. سلام، چطوری؟ چه خبر؟ حال شما خوبه؟ راحت رسیدی تهران؟ خیلی هم با تهران غریب نیستی. خوبه، دیگه رسیدیم به سطر آخرش. خیلی حواستو جمع کن، منم منتظرم کارام اینجا تموم بشه بعدش سری بیام پیش تو. ممنون، باهاتون در تماسم. به زودی میبینمت، مراقب خودت باش. خدافظ. شما رسیده پروپیمونی هم بسید. بله، یه نیم ساعت دیگه آماده میشه کیکتون. اگر میتونین صبر کنید، تو خودتون صبر کنید که ببرید، اگر نمیتونیم براتون ارسال کنیم. بعد از 100 درصد همون شکلی بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اما این میسام تحویل میگیرم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بله. آز که من خودم میرسونم. فقط شما چقدر دیگه میرسین؟ ببخشید چقدر؟ آه، من خودم میرسم. ممنون از لطفت. امام کجا؟ ببین تو که یه نیم ساعت دیگه کیک رو بگیر، بعد من یه کاری دارم میرم و برمیگردم. مهندس عدی بگو و پیش تکون نخورم. نه برادر، من کار دارم میرم، توی تو این فاصله هم برو خونه ببین اگه چیزی کم کسریه. یا شما هر کاری که داری به من بگو، من برات انجام میرم. هیچ جایی نمیخوای بری عزیزم، مراسم شماست.
امو جان، خب منم سورپرایز ترمه رو بگیرم، همین کاری ندارم، میبینم ات قول زود میای. حتما. ازش خبری نشد؟ نه، ترمه داره اون بر دق میکنه. تاکید من هم فایده نداشته، فقط خدا میتونه این بچه هر سر براخ میکنه. چی شد؟ چرا گریه میکنی فرنگیس؟ از اولم دلخوشی ازش نداشتی. من دلخوشی نداشتم؟ نه. این چه حرف میزنی فرنگیس؟ دلخوشی نداشتم بزرگترین شرکت همو دادم اداره بکنه؟ بردیا پسرمه، میفهمی؟ پسرمه. زده بودن دمو دربردش کرده بودن. من ترمه هم هرچی ارزش پرسیدیم هیچی بروز نداد. با دکترش صحبت کردم، گفت تاثیر دواهای کوفتیه که میندازه بالا. بمیرم براش خدا. رفته بود پیش دکترش، کلی چرت و پرت گفته بود که تو باورسر جلوش یکی رو کشتن. با ایما صحبت کردم، حرفای دکترش رو تایید کرد، اما گفتش که اونجا هیچ خبری نبوده. بردیا زیاد داره شلوغش میکنه. بس که این بچه تنهاست، هیچ کس پشتش نیست؟ نه. با تموم اختلاف کاری که بابا ارزو داشتم و تو ذهنش هر روز داره دشمن تراشی میکنه، خودم کوچک نمیگردم برم پیشش بهش بگم که سنگ جلو پایین دوتا بچه نندازه. خدا شاهده من هیچ اختلافی باهاش ندارم، اما 7 ساله که هر وقت توی جلسه اصناف خانزاده میره پشت میکروفون من صدا میکنه که برم جایزه بگیرم، سنگینی نگاهشو بلکن بابا. فرنگیس، بردیا یه تکی از وجود منه، میفهمی؟ یه تکی از وجود منه، هر کاری براش میکنم. ممنونم. هزار ماشاءالله، چقدر خوشگل شدی مادر. چشمتون قشنگ میبینی. ایشالله پسر خوشگلتو بغل کنم من. دیگه چیزی نمونده، این روزا زود میگذره، میخواییم جشن 1 سالگیشو بگیریم. عزیزم ماه شدی قشنگ. مامان عزیزم، مامان کجاست؟ چطور؟ خوبه؟ آره مامان خوبه، اخلاقشو که میشناسی تو. با بنده خدا مگه چی کار کرده؟ تنها مونده حوصله‌اش سر رفته. چی بگم فرنگیس خانم، اونم اخلاقای خاص خودشو داره. به بردیا زنگ زدی؟ الانو میرسم عزیزم. من برم پایین، مهمونا کم کم میان. کجا بریم مگه؟ تو مهمونی؟ بمون با هم. گفتم زشت جمعتون خانوادگیه دیگه، بمون با هم. بیا بابا تم اومد. چقدر زیبا شدی دختر. ممنون بابا جم. کی پسرمو بغل میکنم؟ به زودی. روزی که به دنیا اومدی تو بغل پرستار، پرستار اومد گفت آقای شمس میخوام یه فرشته چشم درشت تحویلت بدم. نگاه کردم چشم درشت چقدر خوشگله. حالا این فرشته میخواد یه فرشته دیگری تحویل ما بده. بفرمایید. دستت درد نکنه. قشنگ همونه. خیلی قشنگ به نظر. ترمه سورپرایز میشه؟
مبارک باشه. قدمش مبارک باشه. انشالله نوه‌دار شدن شما. انشالله. ناراحت شدی؟ اما چیزی گفتم؟ نه نه. به سلامتی. تا این وقت هم منتظر من موندین. شما هم کاری نداری خب میشکنیم بریم. چشم. بفرمایید. دست شما درد. عمو جان این ماشین مهندس زنده؟ بله آقا پیش پای شما رسیدم. اومدنی ندیدیم؟ نه همو حواسم نبود. مگه نگفتیم امروز تعطیله؟ مهم نیست. نه من نه بعد برسم به جشن. باشه آقا مراقب خودتون باشی. چی فروختیشون؟ چی میگی؟ خیلی تیزتر از این حرفم که توی بچه دو زری بخوایی منو دارم شرط نگو! بگو که چقدر به تو پول داده که تو بخوایی منو عدیم و بیعتمان کنی؟ نه! بیریان رو چی دارم؟